درود. با 180 ثانیه سه‌شنبه سوم دیماه ما رو همراهی کنید. در پی دعوت خانواده پویا بختیاری به شرکت مردم در مراسم 40 جانباختگان اعتراضات آبان در روز 5 دیماه، امروز علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری، تعدادی از میهمانان آنها از جمله پسر عموی 11 ساله او و پدر بزرگ و مادر بزرگش نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته این منبع، تلفن همراه افرادی که دیشب در منزل خانواده بختیاری بودند از دسترس خارج شده است. گزارش ها حاکی از درگذشت نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی در بیمارستان مهر تهران است. همچنین جو بیمارستان تا زمان انتشار این خبر بسیار امنیتی گزارش شده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در برخی نقاط تهران خبر دادند. رئیس فدراسیون شطرنج ایران امروز سه‌شنبه تایید کرد علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج ایران، تصمیم به تغییر تابعیت خود گرفته است. در سایت فدراسیون جهانی شطرنج نیز در مقابل نام وی عنوان ایران قرار ندارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، اعلام کرد سازمان ملل متحد با استناد به گزارش خبرگزاری رویترز درباره دستور علی خامنه‌ای نسبت به کشتار حدود 1500 معترض اعتراضات اخیر میتواند تحقیق انجام دهد. مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در مؤسسه هاتسن، نیز گفت وقتی اینترنت را قطع کردند مشخص بود که می‌خواهند دست به اعمال خشونت‌بار بزنند. او افزود این گزارش رویترز مشخص می‌کند که این خشونت در واقع اتفاق افتاده و به صورت سازمان یافته نیز بوده است. عبدالواحد عبادی، شهردار شهر جراحی در شهرستان بندر ماهشهر واقع در جنوب ایران، استعفا کرد. عبادی در نامه‌ای به رئیس شورای این شهر عدم امکان پیشرفت در امور برای حل معضلات شهر چمران را دلیل استعفای خود ذکر کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به گزارش تازه رویترز در مورد اعتراضات ایران و خطاب به اعضای اروپایی شورای امنیت، خواستار گشودن پرونده‌ای در دیوان کیفری بین‌المللی شده است. صفحه فارسی ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد به زودی اطلاعات جالبی درباره فرزندان سران رژیم جمهوری اسلامی منتشر خواهد کرد. هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه اعلام نشده است. سایت‌های محلی در بروجرد استان لرستان از بازداشت یک عضو شورای این شهر به اتهام توهین به علی خامنه‌ای خبر می‌دهند. یک منبع آگاه به سایت محلی سفیر افلاک گفته این عضو شورای شهر در پیج اینستاگرامی خود به نظام و رهبر توهین کرده بود.